با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز چهارشنبه است و 14 از ماه اکتبر، و در روزهای چهارشنبه در خدمت شما هستیم و راجع به مطالب مختلف صحبت میکنیم. در واقع تنه اصلی سخن در باب شاهنامه بوده است که حالا در واقع اندکیش رو به این شاهنامه اختصاص بدیم و مطالب دیگری رو با شما در میان میآوریم. اجازه بدید یادی بکنم از دوست گرامی و بزرگوار آقای دکتر ناصر طهماسبی. اون قدیمی ها که در آمریکا بودند از سالهای آخر دهه 60 با نام دکتر طهماسبی آشنا هستند. دکتر ناصر طهماسبی پزشک فعال سیاسی که در واقع در کار پزشکیش اون چه مد نظر داشت خدمت به مردم بود. دکتر طهماسبی کسی بود که نمیدونم در اندیشه گرفتن ویزیت و جمع کردن پول و اینا که نبود، سهل است دوا و دارو هم به مردم و مراجعین رایگان میداد، و این کار رو چندین دهه دکتر طهماسبی که در حوزه واشنگتن در واقع مطب داشت و اینها اگه اشتباه نکنم، و به ایران هم میفرستاد، و بسیار کسان هستند در ایران از زخمیان جنگ و غیره که در واقع داروهای ارسالی دکتر طهماسبی رو دریافت کردن و با نام بلندیشون آشنا هستند. بله، در روزگاری که در واقع ایرانیان فعال بودن در خارج کشور معترضین، آقای دکتر طهماسبی هم بسیار فعال بود، یکی از عدالت خواهان نامبردار تاریخ سیاسی مملکت ما در این 50 اخیر دکتر ناصر طهماسبی است. من در باب ایشون بعد بیشتر صحبت میکنم. در این برنامه هم بودند، بارها ازشون خواهش کردیم که آمدند و با ما صحبت کردند. دوستان ایشان یک جشننامه‌ای برای دکتر تهیه کردند که مجموعی سر از مقالات بسیار خوندنی و بیشتر به نام ایشان و در شأن ایشان و در تجلیل و تکریم این مرد بزرگ گفته شده. بله، ایشون هستند و در واشنگتن هستن آقای دکتر طهماسبی، که البته دیگه از کار و فعالیت کنار رفته. بله، آقای دکتر طهماسبی زاده قم هستند، شهر قم. این مطلبی بود خواستم بهش اشاره کنم. دیشب هم مناظره‌ای بود بین دموکرات‌ها. اینجا می‌دونید که دو حزب مهم دارد، حزب جمهوری‌خواهان و حزب دموکرات‌ها، و آمدند و این تعدادی که بودند که مشهورترینشان پیشتاز در واقع خانم هیلری کلینتون هست، و ایشان هم در واقع دیشب بسیار بسیار خوب درخشیدند در این دیبیت به قول معروف، و تنی چند که خیلی مشهور نیستن جز یک تن، و این در واقع ماشین دموکراسی آمریکاست در عمل، و هر کسی میکوشد که به مردم بگوید من رو انتخاب کنید، چنین است و چنان هستم و این هم برنامه های من است. موضوعات مهمی که مد نظر مردم آمریکا هست در هر مقطعی رو مطرح میکنن، از قبیل بهداشت، از قبیل کار، از قبیل مناسبات خارجی، خیلی در واقع موضوعات هست که در باب سخن میگویند و مردم نگاه میکنن و قضاوت میکنن، و این داوری قدم به قدم پیش میره تا میرسد به روزی و لحظه ای که دو نفر باقی میمانند، یکی از حزب دموکرات، یکی از حزب جمهوری خواه، و مردم آراء خود رو به صندوق میریزند و رئیس جمهور خود رو برای 4 دیگر انتخاب میکنند. 2 نگذشته باز موضوع انتخابات مطرح است و فعالیت ها و دستبندی ها و اینها، تا در واقع برای 4 آینده باز انتخاب بکنند.
این است که در واقع طبیعت دموکراسی و آزادی و حاکمیت مردم. ما هم دنبال چنین چیزی بودیم دوستان و محروم مانده متاسفانه. سوابق این آدم ها که می آیند همه درخشان هست. حداقل آن است که استانداری بودند در یکی از استانهای بزرگ آمریکا و در اونجا کارها کردند و بایستی سابقه کاری درخشان داشته باشند که اصلا بتوانند بیایند و مدعی این کار بشن. این هست وضعیت در اینجا. در کشور ما هم خب البته صاحبان مناسب سابقه شون خیلی درخشان هست. یکیش شکنجهگر بوده در اوین در مجلس نشسته، یکیش کتک میزده و تیربارون میکرده در عادل‌آباد شیراز، اونم هست در مجلس، یکیش دوز بوده، اینم میگوید من نماینده مردم هستم. بله یکیش هم عرض میشود که خب بچه ها رو میکشته، بچه های کوچک کوچک دو ریالی جیبشون بوده، بالاخره اینا واجب القتل بودن، عکساشون هست. او هم در مجلس محترم نشسته، حالا دیگه از زعما که دیگه خودتون بهتر میدانید دیگه، یک مش آخوند از خدا بی خبر خدا نشناس نشستند و حکومت میکنند بر سرزمین ایران. یادم بایستی واقعا بشینه و زار زار گریه بکنه که گفت این کشور از کسان به شما ناکسان رسید. وقتی به این تاریخ مملکت نگاه میکنی ببینید چه مایه کوشش ها توسط چه آدم های بزرگی شد، چه از جان گذشتگی ها برای نگه داشتن این مملکت کالا بیفته به چنگاله عرض کنم که یک مش اژدها. و این داستان غم‌انگیزیست، حقیقتا غم‌انگیز هست، خیلی خیلی غم‌انگیز هست که این همه کوشش ها برای اینکه مردم بگن آقا ما سهمی داریم، این کشور از آن ماست، این کشور مال ماست، حاکمیتش هم مال ماست، از ماست، نمایندگان ما بایست حکومت کنند، به جایی نرسیده متاسفانه به وسط به لحاظ خیانت مستبدین داخلی و دخالت‌های خارجی. عرض کنم سخن از دخالت خارجی کردم. اینجا آقای محمد قلی منشد عرض شد که دو کتاب نوشته است. این دو کتاب یکیش که به نام رضا شاه و بریتانیای کبیر، یکیش هم قحطی بزرگ. این قحطی بزرگ کمتر ازش سخن رفته. ما بچه بودیم میگفتن روزگار گرانی، گرانی نامی بردن. یک نامه مخلص دیدم بین نامه هایی که عموی من مرحوم آقا ضیاءالدین که از بزرگترین علمای شیعه بودن به پدر من نوشته است که اینجا در تهران اوضاع بسیار خرابه، نان نیست، قحطی فرا گرفته و اینها. این نامه رو من نگه داشتم، حالا یه روزی شاید کپی کنم بیارم خدمتتون. تاریخش به حدود هزار و فرض کنید که 917-18 است، به پایان جنگ اول. و این قحطی نیمی از جمعیت ایران رو از میان برده، اما نامی ازش نیست. برابر سرشماری های سال 1914 ایران 20 میلیون جمعیت داشته، 1921 شده است 10 میلیون. انگلیس ها که خود عامل این قحطی بودند و کشتن مردم ایران، که آقای مجد میگوید کار اینها نسل کشی بوده، برابری می کند با کاری که نازی ها با یهودیان کردند و ترک ها با ارامنه کردند، با توجه به اینکه این تعداد به 10 میلیون نفر می رسد. خدمت شما عرض می کنم که مشهور است از 10 واقعه خونباری که در تاریخ بشر اتفاق افتاده، 6 واقعش در ایران بوده، یعنی ایران را هم شامل شده است. یکی از اینها عذر میخوام حمله اسکندر بوده، یکی دیگرش حمله عرب بوده،
یکی دیگر از اینها حمله چنگیزخان مغول بوده و تیمور لنگ بوده. این از وقایع بزرگ جهان هستند، وقایع خونبار جهان هستند که با تخریب و غارت و کشتار مردم صورت گرفته. یکی دیگر جنگ بین الملل اول بوده و جنگ بین الملل دوم هم که بگذاریم روش، این شش واقعه بزرگ که در این دنیای بزرگ اتفاق افتاده، هر ستاش به مملکت ما هم سرایت کرد و سبب خسران و ضرر و زیان و کشتار و گرفتاری شده است. در جنگ بین الملل اول عرض کنم که روس ها و انگلیس ها در ایران بسیار دخالت داشتند. روس ها بدترین همسایگان بودند. عرض می کنم که انگلیس ها هم که دیگه شما با نامشون آشنا هستین و عملکردهاشون در تاریخ آشنا هستین، اینها در ایران بسیار نفوذ داشتند. جنگ بین الملل اول که در گرفت، اینها وارد ایران شدن رسما. اینها به سال 1907 طرح تقسیم ایران رو به دو منطقه کشیده بودن و وقتی هم که جنگ شد و آغاز شد بین سالهای 1914 تا سال 1918، اینها عملا وارد شدن. جنگ بین عرض کنم ترکان عثمانی و روس ها در گرفت. اینا در ایران وارد شده بودند و جنگ ها و چه مایه و چه تعداد مردم آذربایجان کشته شدند، ده ها هزار نفر، به خاطر همین جنگی که بین روسا و عثمانی ها عرض می کنم در می گرفت. و در واقع اینها مملکت رو یک سره در اختیار داشتند تا بعد وقایع دیگری افتاد. وقایع مهم یکی هم انقلاب اکتبر روس بود، تبدیل شد به شوروی سوسیالیستی اتحاد جماهیر شوروی و این نیروها بیرون کشیدن. بنابراین انگلیس ها بیشتر نفوذ خود را در ایران بیشتر کردند. اینها در جبهه های مختلف در کمک منشویک ها علیه بلشویک ها که همون کمونیست ها باشن جنگ می کردن و داستانش بسیار هست. و انگلیس پایگاه اصلیش در هندوستان بوده و در واقع آمده و طرحی ریخته و اون این که ما به جای این که در کشتی ها خاربار بریزیم و غذا بریزیم برای نیروهای ما در خاورمیانه، سرباز می آوریم و به جاش غذای مردم ایران رو می خریم و شروع کردن در خراسان و آذربایجان و جاهای دیگر به خرید غله، گندم و جو، اینا هرچه بود خریدن. ناگهان ایرانیان متوجه شدن که عرض کنم که چیزی نمانده برای خوردن، انسان غذا می خواد. اینها شروع کردن مردم به مردن و بیماری های عجیبی که حاصل همین قحط و بیچارگی بود هم وارد شد و قریب 10 میلیون ایرانی رو برابر گزارش های آمریکایی ها که این اسناد آمریکایی ها هرگز در دسترس ما نبوده و هیچ کدوم از محققان ما مراجعه نکردن، درستش رو آمریکایی ها نوشتن، چون اون زمان منافعی در ایران نداشتن. و اساساً عرض کنم که نوع تفکر آمریکایی ضد استعماری بوده، به جهت اینکه خود اینها استعمار زده بودند. حالا بگذاریم بعد از جنگ صاحب قدرت شدن خیلی فضولی ها کردن در کار مملکت های دیگر، اما در اون روزگار چنین نبودن. و آقای مج مراجعه کرده است به اسناد آمریکایی و نوشته های عرض کنم کارداران سفارت و سفرای کبیر، اینها هست، مدارکش هست و اینها رو جمع‌آوری کرده و گزارش کرده و بسیار بسیار عجیب هست و بسیار تأسف‌بار است که چگونه انگلیس‌ها حتی غذاهایی که آمریکا برای کمک به مردم ایران می‌فرستاد رو نمی‌گذاشتن برسه. و چند جنرال در اونجا داشتن اینها که اینها خود اینها گزارش کردن و به صراحت گفتن که مردم ایران در حال مردن هستن. و هر شبت که آمار تقلبی هم البته اینها ساخته بودند، اما حقیقت امر آن است که بین سالهای 1914 تا 1918 که جنگ تمام شد و اینها انگلیس‌ها این جنایات رو در حق ملت انجام دادن. من بخشی از این کتاب رو برات شما
خواهم خواند ببینید که چه کارها کردن این انگلیس ها در این سرزمین ما، و تو به گونه ای بود که در واقع به حساب نمی آوردن که حالا ما چه اهمیت داره ایرانی بمیره. خب بمیره چه مرتبه، ما باز منافع بریتانیای کبیر باز درست شه. و سرانجام هم که در واقع رسیدیم به جنگ دوم و اینها، رفته رفته بعد از جنگ دوم دیگه بریتانیا قدرتش از دست داده بود و آمریکا جانشین قدرت بریتانیا در خلیج فارس و کل منطقه شد. این است که اینها سال 1921 در واقع آمدن و یک کودتایی هم در ایران به راه انداختن که کودتای 1299 به حساب است و یک رژیم نظامی ارتشی در مملکت گذاشتن و گفتن که ما باید این دموکراسی مملکت رو خراب کنیم و از بین ببریم و یک سیستم نظامی در اینجا بگذاریم که نگهبان منافع ما باشد، که شرحش خیلی مفصل است. و ما در واقع یک آدمی داریم به نام احمد شاه. احمد شاه قاجار آدم ترسوی بود، آدم بی عرضه‌ای بود، اما خیانت به قانون نکرد. حتی یک دفعه برای پول کمی که از یک کسی طلب داشته این نفر برده دادگاه شکایت کرده، برده دادگاه و یکی از رجال بزرگ ما دولت آبادی میگوید من اونجا حضور داشتم که نامه ای از این شاه آمد که آقا به سردار سپه که آقا بگید که این روزنامه ها کمتر به ما توهین کنن، اگه میشه یک اختاری بدین، یه چیزی بگین و اینها. چنین بود داستانش. و این آقا هم عرض کنم که آمده بود بعد از این که نقشه قرارداد 1919 رو کشیده بودن، یعنی فروختن ایران به انگلیس ها. کی بودن؟ وثوق الدوله و اون مظفر فیروز و اون سالم الدوله و اینه تیم بودن. با گرفتن 400,000 لیره میخواستن همه کارهای ایران رو واگذار کنن به صاحب منصبان انگلیسی. و این احمد شاه هم در همون مقطع که قرار بود در مجلس ملی رأی گرفته بشود در انگلیس بوده و دعوتش میکنند برای شام در همین کاخ بوکینگهام. میگوید در هتل که بود چند لرد انگلیسی هم آمده بودن، چند اتاق گرفته بودن و مرتب آدم میفرستادن این احمد شاه رو تحریم کردن که آقا فراموش نکنید سر میز شام که ما نشستیم و شما هستید و اینها در حضور شاهنشاه ما، عرض کنم که ما معظم انگلستان که حضور دارن، اونها نکند شما با این مقررات مخالفت کنید از این صحبت ها. اینم مرد جوانی بود به هر صورت، اینا شاه ایران بود آمده بود و خلاصه رفت اونجا. و وقتی که موقع صحبت شد احمد شاه رفت پشت همون دم دستگاه گفت آقا این قراردادی که شما صحبت میکنید به من ربطی نداره، ما مجلس داریم، ما دموکراسی داریم و مجلس ملی بایستی در باب این قرارداد تصمیم بگیره و من هیچ کاره هستم، من شاه هستم، پادشاه مشروطه هستم، من کاری نیستم که قرارداد کنم. بعد یکی از حضار نوشته است که یک لرد انگلیسی اونجا یک فوش رکیکی به دموکراسی داد وقتی احمد شاه گفت ما دموکراسی داریم و اینها. و باری اینا تصمیم گرفتن که این دموکراسی رو از ایران ریشه کن بکنن و کردن. مجلس ملی یعنی چه؟ و در مجلس ملی نمیخوام شما بدانید که حتما از کسان دیگر هم شنیدید وثوق الدوله که منهای این گندکاری که کرد و آبرو و حیثیت خودش رو برد، عرض میشود که آدم بزرگی بود با استعدادهای شگفت، این آقا نخست وزیر بود، آمد و قریب 40 نفر وکیل رو خودش دستچین کرد و فرستاد به مجلس ملی که مجلس رأی بدهد و این قرارداد امضا بشود. اون 40 نفری هم که نه تنها مخالفین که بودند، آدمای بزرگی در مجلس ملی ما بودند، اینها اونها هم همه مخالفت کردند. یعنی دستچین‌های وثوق الدوله که خودش انتخاب، یکی از اینها سردار معظم خراسانی مشهور به تیمورتاش است که از بزرگان کشور ماست، از دانایان مملکت ما بود و سرنوشت رو هم شما میدونید که من وارد قصهش و داستانش نمیشم. اینها باری یک سیستم نظامی در کشور ما پیاده کردن و عرض شود که رفتن. اما بزرگترین خیانت اینها
همین ایجاد قحطی در مملکت بوده و از میان رفتن قریب 10 میلیون ایرانی بین همین سالهای 1914 تا 1919 این واقعه وحشتناک در مملکت ما اتفاق افتاده و ما نباید فراموش کنیم، نباید ما فراموش کنیم که اینها در حق ما و در مملکت ما چه کردن. جزئیات این کار انگلیس ها در این کتاب آقای عرض کنم مجد هست به نام قحطی بزرگ. اینا مبتنی بر اسناد آمریکایی هاست که در از اون روزگار بر جای مانده و ایشون اسناد انگلیسی رو در نظر نگرفته، چون کار انگلیس ها دروغ گفتن و هیلگری و مکر و تزویر بوده. اینها با همین مکر و تزویر و نیرنگ بزرگترین امپراتوری دنیا رو به وجود آورده بودند و دنیا رو در استعمار خود میکنن. یک جزیره کوچک دریای شمال، حالا شما ببینید اینها در امر مدیریت چه مایه پیشرفته بودند و هستند، این انگلیس ها که بتوانند غالبا بدون لشکرکشی و جنگ کشورها رو بگیرن مستعمره کنن. هنوز استرالیا و کانادا تصویر ملکه روی پول این آسمان. نمیدونم یک کشور عظیمی مثل کانادا چه داستانیست، این که چه سریست آقا یه قاره مثل استرالیا که الان رأی هم که میگیرن میگه ما ملکه رو میخواییم. داستان اینجاست، استرالیا رأی گرفتن، ملکه هم آمد گفت که خب اگه نمیخوای خب حالا ما حرفی نداریم، اینا رأی بگیرن. رأی گرفتن مثل که 53-54% نمیدونم همچه حدودی. اینا باز رأی آوردن و عجب است، واقعا داستان عجیبی است این داستان انگلیس و استعمار انگلیس. و البته دیگه حالا دیگه چهره جهان به وجه قدیم نیست، به وجه دیگری است. حالا اجازه بدید که یک موسیقی بشنویم و من یک قطعاتی از این کتاب برای شما میخوانم تا ببینیم که چه گذشت بر مردم ما در طی جنگ بین الملل اول و بعدم که قرارداد پاریس برقرار شد و در واقع بزرگان جمع شدن اونجا و اینها، وودرو ویلسون از آمریکا رفت و تز اون این بود که بایستی دادخواهی بشود برای همه ملل ضعیف که زیان دیدن از استعمار انگلیس و غیره. یک تیمی هم از ایران رفتن که رئیسشون و مشهورترینشون فروغی بود، مستشار دوله بود و یک کسی دیگه. خلاصه اینا رفتن اونجا و آمدن دادخواهی بکنن، مثلا نامی اسمی از این داستان نرفت که نرفت. و حالا اونم یه موضوع دیگری است، داستان مرحوم فروغی که مرد بزرگی بود این آدم، اونم داستانش مفصل هست. اما هیچ اشاره‌ای در اون دادخواهی که کرده بودن به این قصه پررنج در واقع قحطی نرفته. اساسا ایرانی‌ها هم راه ندادن اونجا، اینا میگشتن برای خودشون بی پول و گرفتار توی پاریس و سقوط دالم سعی داشتن قرارداد خودش رو به امضا برسونن. ازفنی و اینها در داستان‌هایی بوده که در بابش کم سخن گفته شده، فقط شما با مردم که سنی داشتن صحبت می‌کردین، صحبت از گرانی می‌کردن و اینکه نان نبوده و نمی‌دونم قند نبوده و چیزی نبوده و چگونه هر سبت که این مملکت گرفتار اون مصیبت شد. من یه قطعاتی از این کتاب خدمتتون میخونم و میرسیم به جاهای در واقع مهمش. میگوید این که جالب اون که جنرال دیکسون با تفاخر برای رئیس خود از میزان ظرفیت آزاد شده کشتیرانی سخن میگوید. ظرفیت آزاد شده یعنی که کشتی که میآمد ظرفیتش که باعث غذا می بود آزاد شده، یعنی خالی میمونه جاش که به جای سرباز بیارن و غذا رو از ایرانیا بخرن. در واقع آزاد شده سخن میگوید، بله، که با خرید قله در ایران فراهم آمده است. دیکسون میگوید اگر این مقدار قله از طریق ایران تهیه نمیشد باید اون را از هند وارد میکردند و در نتیجه بخش مهمی از ظرفیت کشتیرانی انگلستان برای این کار اشغال میشد. این سند نشان میدهد که انگلیسی ها میتوانستند برای نجات
مردم قحطی زده ایران با کشتی از هند گندم وارد ایران کنند. اما نه تنها این کار را نکردند، بلکه جنرال دیکسون به این میبالد که در اون شرایط قحطی و کمبود گندم داخل ایران را هم خریدند تا ظرفیت کشتیرانی خود را در اقیانوس اطلس افزایش دهند. یعنی میلیون ها ایرانی قربانی شدند تا انگلستان جای خالی در کشتی های خود در اقیانوس اطلس داشته باشد. علاوه بر این، از اسناد متعدد وزارت خارجه آمریکا روشن می شود که آمریکا نیز کاملا در جریان میزان گسترده خرید غله توسط انگلیسی ها در ایران در شرایطی که قحطی و گرسنگی جمعیت ایران را از دم تیغ می گذراند بوده است، در حالی که مؤسسات خیریه آمریکا برای جبران قحطی حجم قابل توجهی از مواد غذایی روانه ایران می‌کردند، دولت ایالات متحده تلویحاً به قتل عام در ایران رضایت داده بوده است. همزمان با خرید غله در نواحی شمالی و غربی ایران توسط اداره منابع محلی بین النهرین، انگلیس‌ها در شرق ایران نیز دست به خرید غله زدند. از روی نوشته‌های جنرال دیکسون می‌توان به جزئیات میزان خرید غله در شرق ایران پی برد. بله، اینا یادداشتایی است که آقای مجدیده. زمانی که قحطی مرگبار ایران را در بر گرفته بود، انگلیس ها علاوه بر خرید گسترده مواد غذایی از واردات مواد غذایی از هند و بین النهرین بله همسایگان غربی و شرق ایران جلوگیری می‌کردند. علاوه بر خلیج فارس، هند و بین النهرین نیز در اشغال ارتش انگلستان بود. در هند و نیز بین النهرین قلعه کافی وجود داشت، اما ایران که در میان آنها قرار داشت دچار گرسنگی بود. علاوه بر این رو فکر کنم که مترجم زیاد به کار برده. علاوه بر این، بریتانیا جلو ورود مواد غذایی از ایالات متحده به ایران را گرفته بود. نکته بسیار مهم و قابل اعتنا این ماجرا، همانطور که از گزارش‌های دیپلماتیک آمریکایی ها نیز برمی‌آید، این حقیقت است که در همان زمان که ایران دستخوش قحطی خطرناکی بود که به مرگ میلیون ها تن انجامید، بریتانیا از ورود مواد غذایی ایالات متحده به ایران جلوگیری می‌کرد. بار دیگر دولت ایالات متحده به قتل عام ایرانیان تن در داده بود. بله، بعد اینجا صحبت از تنگنای مالی کرده و گرفتاری‌هایی که دولت ایران داشته و اینها. کتاب خیلی خیلی جالبه و من اینجا میپردازم به یادداشت‌های سرگرد داناهیو یا داناهو. میگوید که داناهو خبرنگار مشهور جنگی که به ارتش انگلستان پیوسته بود، در ژانویه 1918 به عنوان افسر اطلاعات مأمور به خدمت در نیروی هیس دانستر فورس شده بود. او در 5 آوریل 1918 وارد ایران شد. به این نخستین مشاهداتش را چنین شرح می‌دهد: در آن سوی جبهه درباره وخامت اوضاع اقتصادی ایران و کمبود مواد غذایی بسیار شنیده بودم، اما اکنون پس از روبرو شدن با این واقعیت هولناک برای نخستین بار معنی کامل آن را دریافتم. او به توصیف صحنه‌ها می‌پردازد: اجساد چروکیده زنان و مردان پشته شده و در معابر عمومی افتاده‌اند. در میان انگشتان خشکیده آنان همچنان مشتی علف که از کنار جاده کنده اند و با و یا ریشه هایی که از مزارع در آوردن به چشم می خورد. با این علف ها می خواستن رنج ناشی از قحطی و مرگ را تاب بیاورند. در جای دیگر، پابرهنه ای با چشمان گود افتاده که دیگر شباهت چندانی به انسان نداشت، 4 دست و پا روی جاده جلوی خودرویی که نزدیک می شد می خزید و در حالی که نای حرف زدن نداشت با اشارتی برای لقمه نان التماس میکرد. در قصد شیرین که توقف کوتاهی داشتیم، به سرعت از سوی جماعت گرسنه‌ای که غذا طلب میکردند محاصره شدیم. زن فقیری با کودکی که در آغوش داشت به ما التماس میکرد که کودکش را نجات دهیم. بله، اینا بخشی از گزارش های آقای سرگرد داناهیو است از وضعیت در غرب ایران. البته اتفاق افتاده است که شهری به محاصره بیفتد مثل اصفهان در جریان حمله محمود اشرف، اینها دوچار قحط و قلا شده و در روزگاری که مغولا بودن همینطور
چون وقتی شهر رو محاصره میکردن خب دیگه کسی وارد خارج نمیشد، با اون چه داشتن میباستی زندگی میکردن. و چه مایه داستانهای هولناک واقعا هست از مرگ و میرها در اصفهان، که مردم روی هم تو کوچه ها بعد از اینکه سگ ها رو خوردن، گربه ها رو خوردن، دیگه چیزی نماند، گرسنگی مردن. در واقع میخوام یه چیزی خدمت شما بگم هموطن، به امان اینکه کمتر ملتی در جهان دوچار این همه مصیبت شده است که مردم ایران. یعنی در واقع تاریخ یهود بسیار غم‌انگیزه از نظر عرض کنم که اکسودوس گفته میشه، یعنی دوران هرمان و دوران بدبختی و گرفتاری. اما تاریخ ما در همون حد و شاید بیشتر بوده که در سرزمین خودمان اتفاق افتاده. چند میلیون نفر در حمله مغول، چند صد هزار نفر در حمله تیمور لنگ، بعد خوزها بودن قبل از اینها، عربها بودن پیش از اینها. این همه خرابی به این مملکت و این همه کشتار که شده و این همه مصیبت که مردم ایران دیدن، واقعا کمتر ملتی و کمتر سرزمینی دیده. این وضعیت جغرافیایی ما هم البته نقش داشته در این کار، اما مصیبت ها بی اندازه زیاد بوده. بعضی میگوین آقا این موسیقی ایرانی حزن انگیزه، یعنی مایه های غم و رنج داره. خب باید پرسید آقا مردمی که دوچار این تجارب شدن میخواییم مثلا موسیقیش چگونه باشه؟ گرچه همه موسیقی ایرانی هم غم‌انگیز نیست، اما مسلماً این محتوای موسیقایی این ملودی ها و این ردیف ها و اینها دیگه اون نیست که در روزگار نمیدونم ساسانی بوده. ملت مقتدر که رنج این چیزها رو ندیده، خارجی نتوانسته کشورش رو بگیره، دارای پادشاه بزرگ و لشکر بزرگ و ارتش قوی باشه، خب موسیقیش هم البته فرق میکند با این مملکتی که هزار سال مورد قتل و غارت واقع بشه. خب فرق میکنه. مقصود این که اگر رشته رو بگیریم، وقتی که این اعراب آمدن به ایران، این دزدان بیابان و این آدم هایی که صاحب فضیلت ها بودن و اسلام از اینها یک مش جانور وحشی دوز درست کرده بود که به هیچی رحم نمی کردن و مال مردم و زن مردم مال خودشون می دانستن و کشتن کفار رو تشویق می کردن و اینها، دیگه حکومت ملی ایرانی که از مردم باشه دیگه پیدا نشد. آقا تا عصر جدید دیگه ما نداشتیم، آقا همه بیگانگان بودن و هر روز یک بیگانه قوی تر از اون کسی که بر سر قدرت بود در ایران یا در بخش از ایران حمله می کرد و قتل و غارت مردم که جزء برنامه بود و در واقع کشتار و قحطی و گرفتاری و اینها پشت سر هم همینطور بوده، به خصوص در خراسان و آذربایجان، به جهت اینکه خب این دو بخش مملکت مثل دم سوراخ زنبور عثمانی بوده و در روزگار قدیم اسکندر، به خصوص خراسان بیشتر از همه جای ایران صدمه دیده. اینها این چنگیزیان و تیموریان و عرض میکنن که این غزنویان و این سلجوقیان و قزهای خونخوار واقعا خوناشام و اینها، به کرات و مرات تا همین اواخر آقا در روزگار مشروطه و اندکی بعد از آن همین ترکمنایی که اون بالا زندگی میکردن که هنوزم هستن، عرض شود که اینها میامدن تا تهران و اصفهان غارت میکردن و سر میبریدن و غارت میکردن و عرض شود که میبردن. و این در واقع انقلاب روسیه اینها رو ساکن کرد و بی حرکت کرد، یعنی این کارشون قتل و غارت بود به طول یه تاریخ نوادگان چنگیز خان و مغول. عرض می شود که حالا ما امروز البته هموطنان ترکمن داریم که درود بر اونها، اما سابقه کار این است که من عرض می کنم خدمتتون و
ناصرالدین شاه گفتن که آقا این بخش ها رو گرفتن روسا، اینا گفت خدا رو شکر از دست ترکمن ها خب راحت میشیم که روسا بگیرن اونجا رو بیتونش. و چه دیپلماسی فعالی بوده مثلا در روزگار میرزا تقی‌خان که جلو اینا رو بگیرن، که از قدیم بودن اینا، از زمان عرض کنم که این مردمان تنگ چشم اون منطقه از زمان ساسانیان بودن. آقا اینا سعی کردن اینا دیوار بکشن. باری خراسان بیشترین صدمات رو دیده، خراسان بیشترین شهرنشینی و گسترده ترین سرچشمه های معرفت و علم در همه رشته ها بوده و اینا، و شهرها چندین بار شهرهای خراسان خراب شده اینا بر اثر همین حملات این وحشی های بیابان. خب حالا داریم ما از داستان انگلیس ها اینجا صحبت میکنیم، واقعا وحشتناک است. اینجا بله، و جمعیت شهرها رو اینجا آورده در سال 1909 و بعد چگونه این جمعیت ها کم شده و به نصف رسیده. بله آمریکا همونطور که عرض کردم دستی نداشت در ایران در اون روزگار، منافعی هم نداشت، مهم هم نبود براش. این است که گزارش هایی که اینها دادن خیلی دقیق هست و خیلی درست. انگلیس ها چون منافع داشتن دروغ بسیار میگفتن و متاسفانه اون چه تاریخ اخیر ایران گفته میشود از روی منابع انگلیسی نوشته شده و این اولین بار هست که کسی توجه کرده است به منابع آمریکایی. خب اینجا یه تیکه میخوانم خدمتون که ببینیم در مشهد چه خبر بوده. مثلا به عنوان مثال میگوید نامه ای از ای آی داگلاس در بیمارستان آمریکایی ها در تهران به کالدول در 15 ژانویه 1918 اوضاع مشهد را بدین گونه شرح داده است. پدر روحانی ال اف استیلین یا سلیتین نوشته. بله 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 یا بله اسلتین هست در واقع. در مشهد در 21 دسامبر می‌نویسد قحطی در اینجا در حال گسترش است و در هر روز جدیتر می‌شود. گندم اکنون پوندی 65 تومان است. همو بار دیگر در سوم ژانویه می‌نویسد مردم فقیر در اینجا به شدت از نظر غذا در رنجند. ما شمار اندکی از آنها را هر روز با پولی که برای این کار از سوی دوستان داده شده اطعام می‌کنیم. بعد میگوید نشریه فلان چاپ لندن در شماره 12 آوریل 1918 ضمن گزارشی از مشهد به توصیف اوضاع در نوامبر 1917 میپردازد. در آوریل 1918 نیروهای روس عقب نشینی کرده و تمامی شرق ایران در اشغال انگلیس ها بود. اونها مشهد را هم در ماه 1918 اشغال کرده بودند. کالول در مقاله ارسالی خود چنین میگوید اگرچه این مقاله اندکی دیر ارسال میشود اما به خوبی شرایطی را که در پاییز گذشته و حتی در حال حاضر در ایران وجود داشته و دارد توصیف می‌کند. امید می‌رود این مقاله مورد توجه قرار گیرد. شرایط مشابه و حتی بدتر و گرانی بیشتر همچنان در تهران، همدان، شیراز، تبریز و دیگر شهرهای ایران حاکم است. این مقاله با عنوان اوضاع در شمال شرقی ایران که با تأخیر هم ارسال شده تاریخ 28 نوامبر 1917 را بر خود دارد و به شرح زیر است. میگوید یک سال و نیم است که در ناحیه مشهد برف و باران نباریده و خوشسالی دارد خیلی جدی میشود. قیمت گندم از بهای عادی اون که حدود 12 تومان در هر خروار است به خرواری 45 تا 50 تومان افزایش یافته. مردم فقیر که همون دستمزد گذشته خود را دریافت میکنند نان را به قیمت 4 برابر معمول آن میخرن. اونها چیزهای دیگر نظیر چای، شکر، میوه و غیره را به کلی کنار گذاشتن، چرا که فراتر از ظرفیت جیب اونهاست. هزاران نفر از اونها ماهاست لب به گوش نزدن. اونها همه پولشان را برای نان خالی میدهن و بسیاریشان
همان نان را نیز به قدر کافی نمیتوانند تهیه کنند. از منابع موثق شنیدم که نوزادان را سر راه میگذارند تا کسی آنها را بردارد و تیمار کند. حدود 25 نفر از این نوزادان سر راهی را به دارالشفای حرم امام رضا بردند. بعد میگوید حادثه ای را که در که شرح میدهم میتوانم تضمین کنم صحت حادثه ای را. بیرون یکی از دروازه های شهر لاشه حیوانی را در فضای باز انداخته بودند. مردم هیچ کار در سر حمل مردار حیوانات را بیرون شهر به خود نمیدن. اونها اغلب اوقات مردار را در خیابان یا فضای باز دیگر رها میکنند و سگهای خیابانی باقی کار را انجام میدن. به محض اینکه لاشه بیرون انداخته شد مردم به سوی آن دویدند و شروع کردند به بریدن و بردن پاره های گوشت حیوان، در حالی که سگ ها دورادور ایستاده بودند و جسورانه دومشان را تکان میدادند و منتظر بودند تا نوبتشان برسد و آنچه را باقی است تمام کنند. نزد روستاییان که شهرها برای غذایشان به آنها وابستند، تعداد دام زنده به دلیل نبود علوفه به شدت کاهش یافته است. برگ خوش درختان را به قیمت هر خروار 4 تومان میفروشند، در حالی که پیش از این قیمت عادی برای خروار علوف خوب 2 تومان بود. حیوانات یا میمیرند یا کشته میشوند، زیرا چیزی برای تعلیف و تغذیه آنان وجود ندارد. یک گوسفند و برش را به 11 قران میفروشند، در حالی که قبلا گوشت گوسفند 15 قران فروخته میشد. البته این قیمت فعلی گوشت نیست، بلکه از آن پایین تر است. اما هر شتر از قاتل یا خری که میمیرد و یا کشتار میشود، بلافاصله به افزایش قیمت کالایی که یا در مزارع تولید می‌شود یا هر کالایی که نیاز به هم نقدارد کمک می‌کنه. باری شما رو عرض کنم که بیش از این دیگه در سر نمی‌دهیم بابت این داستان. می‌خوام خدمت شما عرض کنم ایرانی کشور کشاورزی بوده، امپراتوری‌هاش رو کشاورزان و بازرگانان به خصوص کشاورزان تأمین کردن. اگر واقعی سختی می‌شد و کشاورزی جواب در واقع قضای مملکت رو نمیداد، قحط و قلا میشد. در عصر جدید ماشاءالله خوب شد وضع دیگه. استرالیا گندم داره، آمریکا گندم داره، آرژانتین هم داره، نفت فروشی میکنیم، گندم میخریم. و این کشاورزی سنتی هم که بود ورشکستش کردن و این آبهای ایران زمین که آبهای سطحی بودند و کفافش از 30-40 میلیون نفر جمعیت رو میدادند، اینها رو هم به زیر زمین بردند و خشکانیدند و رودخانه ها رو شور کردند و دریاچه ها رو خشکانیدند و ایران حالا نشسته که از آلمان گندم بخره یا فرض کنید که از استرالیا و بدترین نوع گندم های کانادا رو میخرن میبرن نان میکنن و هموطنان ما میخورن. خدا رو باید شکر کنیم، وگرنه این قحط و قلایی که این آقا ازش نام برده همین امروز هم در ایران حاکم بود. اما الحمدلله والمنه، خدا رحمت کنه سازندگان این کشتی ها رو و خریدان ها رو، نفت رو که پول داریم میخریم. حالا کشاورزی نداریم مهم نیست، پول داریم میخریم. بله، و این قحط و قلا، وگرنه امروز هم در ایران همین وضعیت رو میداشتیم. چون ما کشاورزی نداریم، اون کم که بود دوچار ورشکستگی جهالت ملا و آخون شد. وقت ما هم در اینجا به پایان رسید. هموطن، از امیر سپاسگزارم و از شما که توجه کردید. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.